سلامتی گرانبهاترین هدیه است که خداوند متعال برای بشر داده است. پس از سلامتیتان در بخش نبض سلامتی صبح و زندگی و بخش نسخه، سخت و ساز و تازه های طبی حفاظت کنید. امروز هم یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب را انتخاب کردیم. در مورد تاثیرات طبیعت و تاثیرات بهار بالای روح و روان انسان. فردا هم قرار است که ما اولین روز سال نو را تجلیل بکنیم پس چه خوب است که امروز ما بیشتر در مورد تاثیرات فصل بهار و طبیعت بالای روان انسان انسان معلومات بیشتر حاصل بکنیم دکتر صاحبم توصیه خوبی می داشته باشند صحبت های خود خوب است همراهشان داشته باشیم در این قسمت از برنامه هم دکتر صاحب محترم احسان نوری روانشناس با ما هستند بسیار خوش آمدین دکتر صاحب صحبتان بخیر شما سلامت باشین بنامان که بودن ما یاد از او سلام تقدیم می خدمت شما و خدمت بیننده های نازنین برنامه خیلی زیبا شما را میبینند بسیار تشکر استاد سلامت باشین ما هم بسیار خوشحال هستیم از اینکه شما امروز در بخش متفاوت از برنامه صبح زندگی نبز سلامتی با خود داریم و قرار است که توصیه های تیبی بیشتر به مردم عزیز ما داشته باشین و شما عزیزان که در بخش روانی اگر سوال دارین میتونین که همین لحظه به طور زنده از طریق صفحه فیسبوک تلویزیون جهانی آریانا سوالاتتان را همراه ما شریک بسازین حتما که در جریان بخش نبض سلامتی از دکتر صاحب احسان نوری سوالات شما را پرسان خواهد کردم حالا خوب است که صحبت های خود را همراهشان شروع بکنیم در مورد تاثیرات طبیعت بالای روان انسان خب استاد قسمی که همه ما میفهمیم امروز آخرین روز سال 1397 است و فردا هم قرار است که ما شاهد اولین روز فصل بهار باشیم بین در مورد تاثیرات مثبت فصل بهار برای روح و روان انسان صحبت بکنیم طبیعت خیلی تاثیر مثبت داره روی روان شما ببینید کسایی که افسردگی فصلی گرفته بودن در زمستان مثلا افسرده شده بودن استراب داشتن وقتی وقت بهار میشه می, می آب به هوای بهار وقت اینا حس میکنن یک احساس خوشحالی میکنن یک حس خوب برشان میده یعنی طبیعت خیلی تاثیر مستقیم بالای روان ما داره درس مثبتی که برای ما طبیعت میده و خصوصا رنگ سبز میگه که کسایی که رنگ سبز کم میبینند دچار مشکلات مثل افسردگی مثل استراب مثل دیابت مثل این مشکل ها میشه مثل سرطان حتی دانش استاد از اینی خاطر گزدن. ما رنگ کوچای برنامه خود رنگ سبز به مشکل شکل سر رنگ خیلی خوبه شما در مثلا بعضی کسا در سال نو میره سر قبر و جای خسته کن در درش چی فایده شما جای برین طبیعت سبز رو ببینین نعمت خداوند رو ببینین بسیار که آره. این خیلی خوب است خیلی خوب استاد معمولا مردم ما در افغانستان حتما کوشش میکنن یک باغچه کوچک حداقل در دا حولیشان داشته باشند. گاه اوقات افراد هستند که خیلی دوست دارن طبیعت را و باغچه حولی خود گلای رنگارنگ رنگ کشت میکنن، درخت های مختلف غرس میکنن و بعض افراد هم هستند که اصلا دوست ندارن و اصلا علاقه ندارن به طبیعت. ام. به نظر شما کشت کردن و غرس کردن گل و نهال در حولی در پیشوی خانه چقدر تاثیر مثبت میتونه بر ما داشته باشد؟ تا چه اندازه بر ما بیشتر میتاد تا زمانی که ما تصمیم میگیریم صبح از طرف خانه بیرون شویم بریم به طرف وظیفه یا درس خود و متوجه رنگ مقبول گلها میشیم چقدر ما میتانیم انگیزه مثبت بگیریم درخت هر کدام تان وظیفه دارن یک درخت قرض کنن که خیلی خوب است حداقل میگمونی به 18 نفر حداقل اکسیژن میده یعنی خیلی خوب هوا رو پاک میکنه شما تنفس میکنین مردم هم تنفس میکنه و از اما مثلا سبزی و از استفاده میکنین که چقدر خوب سبز است و روان شما رو شاد میکنه و وقت از صبح وقت از خواب برمیخیزین اگر درخت های خیلی زیاد داشته باشه اکسیژن خیلی خوب تنفس میکنین که هر کدام تان یک وظیفه دارین که فقط خیلی جنجال نداره فقط قرش هست کم آب برش بتیم آخده. که خیلی لذت هم داره آب دادنش هم خیلی لذت داره بله و بعض از درخت هم هست مثلا درخت های ناجو قدر به آب زیاد هم ضرورت ندارن فقط مم. وقتی که ما غرس بکنیم اون باران هم در فصل بهار زیاد بی باشه ولی هر زمان که ما ببینیم این درخت رشد میکنه کلان میشه اکسیژن بیشتر بر ما تولید کنه و از همه مهمتر آلودگی هوا را کاهش میده خود از این یک پیام بسیار مثبت میتونه باشه همین که ما میری مثلا آبیاری میکنیم خود از این بعضی وقت ما خیلی خسته میشیم میگیم خب چیکار کنیم به برنامه میشیم بیایم کارهای متفاوت تر در زندگی خود انجام بدیم ما همیشه کارهای یک شکل میکنیم و این خیلی خسته کن از بر ما یک تغییر بیاریم, یک تغییر بیاریم در زندگی خود سال 1397 تمام شد و رفتیم به مم. سال 1398 زمانی که ما میریم به سال 1398 بیا ببینیم که چی مشکلای در این سال داشتیم در دا زندگی خود چی تغییرات را باید بیاریم تمام اونها رو بنویسیم اهداف خود بنویسیم مثلا مشکلاتی که در این سال داشتیم اشتباهاتی که داشتیم اونها رو بنویسیم و رفعش کنیم و تغییری در زندگی خود بیاریم مثلا سال قبل اصلا نهال قرض نکرده بودیم این کار انجام بدیم و سال قبل که نهال قرض نکرده بودیم آبیارا همچنان نکرده بودیم اون بیایم کنیم خیلی یک. وقت وقت پر کنیم با این چیزا بعض وقتا بیکار میمونیم خیلی خوب است که شما برین باغچه درست کنین و رو آبیاری کنین که خیلی خوب است برای شما و یک مصروفیت هم درست میشه بله رنگ گلها ها چقدر میتونه تاثیر داشته باشه بالای روان ما کدام رنگ گلها را ما خوب است که بیشتر انتخاب بکنیم به خاطر دیزاین حولی ما و یا ای که ما بتونیم حس بهتر داشته باشه تمام گلها رنگ خیلی خوب داره یعنی برای ما لذت بخش است یعنی کل گلها هر رنگی که باشه وقتی ما میبینیم یک اس خوب برای ما میده <تصفح> یک حس خیلی خوب بر ما میده خصوصا رنگی که مثلا رنگ سفید گل سفید از خیلی حس خوب بر ما انتقال میده استاد پیام ما را داریم از مردم عزیز ما که از طریق صفحه فیسبوک تلویزیون جهانی آریانا همین لحظه بر ما فرستادن خالد جان رزاقی سوال پرسان کردن گفتن که طبیعت چه تاثیر بالای موفقیت انسان دارد یعنی کسانی که در طبیعت مناسب زندگی میکنن چطور موفق هستند خب طبیعت با موفقیت ما وقت روان سالم ما داشته باشیم حتما روان سالم باعث برنامه های خوب میشه ما مثلا سو وقت میخیزیم یک جای سبز میبینیم و میریم مثلا درس فکر میکنیم با یک موضوع خیلی خوب و ما را اهداف خود درست میکنیم و ما رو میبره به موفقیت یعنی خیلی, خیلی, خیلی خوب است که ما یعنی ربط خیلی خوب داره وقتی روان سالم داشته باشه حتما میریم به موفقیت وقتی روان ما مشکل داشته باشه و در طبیعت مثلا طوفانی زندگی کنه مشکل باشه طوفان باشه و ما نتونیم حتی فکر کنیم کتاب بخونیم یعنی اصلا نمیتونیم پلان کنیم و خیلی مشکل برای ما ایجاد میشه و اصلا نمیتونیم به موفقیت فکر کنیم استاد حالا خوب از در مورد از این بر ما معلومات بتین که ما حداقل هفته چند مرتبه ضرورت داریم که تفریح بکنیم با طبیعت باشیم و بتونیم که اون افکار منفی و افکار خسته که در طول هفته همراه ما بوده در ذهن ما جا گرفته اون را دور بریزیم و یک هفته جدید را با سپری کردن در طبیعت بتونیم آغاز بکنیم خب کسایی که در جریان سال مثلا فصل خزان آمد اینا افسردگی فصلی <تصفح> گرفتن که چند مثلا علائم داشت که اینا شاید مشخص باشه برشان که چی مشکل بر اینا ایجاد شده بود مثلا اینا غمگین شده بودن زندگی برشان خستکان شده بود نامید شده بودن اصلا پلان برای زندگی خود نداشتن مثلا گیریه میکردن بدون دلیل زندگی برشان مثلا گفت که اصلا تمام میشه دیگه بعضی وقتا ما اینقدر افسوده میشیم بعضی کسا سوال میکنیم میگه چرا این مشکل برات ایجاد شده مشکل داری حتما میگه با خدا من ما مشکل ندارم اصلا شاد است و مشکل اقتصادی ندارم مشکل اجتماعی ندارم میگه یک بار هم تو شده یعنی بعضی وقتها فصل زمستان به خاطر نور و آفتاب و طبیعت اینا و تمامش کم میشه یعنی طبیعت که مکمل خشک میشه درخت ها و یک طبیعت شکل دیگه به خود میگیره آفتاب و نورش کم میشه و به خاطر همین است که اینا افسرده میشه زمانی که ما میبینیم به افسردگی و افکار منفی و مشکل باید اینال چیکار کنه شما عمل شده برین طبیعت ببینین جایی که سبز از برین اونجا با دوستایتان تفریح برین خیلی خوب است هفته یک بار خوب است که ما تفریح کنیم همیشه امام روانی باید داشته باشیم صحبت های خیلی خوب بشنیم بریم تفریح و سمینارها بریم اشتراک کنیم که خیلی خوب است تمام اینا مورد از افکار منفی دور میکنن استاد در کشورهای خارجی مروج است که بیشتر زمانی که کار میکنن مردم در طول سال یک مرتبه یا دو مرتبه حداقل اینا گشش میکنن یک وقفه داشته باشن یا یک سفر برن به یک جای و با طبیعت بیشتر وقتشان را سپری بکنن داشته همچنین وقفه های در طول سال تا چه اندازه بر ما کمک کننده است ما در طول مثلا هفته کار میکنیم خیلی خسته میشیم یعنی یک نواختی میشه روزمرگی ام. یعنی خیلی بد است این کار ما هر روز یک کار کنیم یک کار کنیم یک کار کنیم بر ما خسته کن میشه بعضی وقتا بر تا... تایم مشخص بر خود جور کنیم بر خود ما فقط من همیشه میگم اگه خودتون دوست داری برین خب خو بر خودتون چکر برین بر خودتون برین رستوران بر خود خودتون دوست داشته باشه برین براتون یک شاخه گل تازه بخرید و مثلا قبول خیلی خوب است یعنی ما برای خود بعضی وقتها باید زندگی کنیم خود دعوت کنیم بریم چکر برای خود برای خودمون نه که دیگران را بیاریم بگوییم بیا شما بری اگه اونا نره باز ما نریم بعضی کسا وابسته به دیگر است اگه اون زنگ میزنه بیا که بریم اگه اون نره باز جام نمیره همین است که میمانه میشه کس کار داشته باشه اصلا نره و دوست نداره تفریح او وابسته است میری نه نمیرم یام نمیره میره. میره. باز زنگ میزنه ما نمیره این دوام دار میشه ما برای خود بیایم زندگی کنیم بعضی وقتها بریم مثلا من خودم با... بعضی وقتا خسته میشدم مثلا در فصل بهار میرفتم می یک می جایی که مثلا پارک باشه درخت ها باشه این تنفس رو سمیق میکردم و خود راحت میکردم و خیلی آدم راحت میشه از این حس خوبه که بهار بر آدم میده ما یکی از بینندای ما بر ما سوال روان کردن گفتن که از دکتر سای پرسان بکنین که ما هم از دکتر سای سوال را پرسان میکنیم یمنا سادات پرسان کردن که از هرات هستم یک سوال داشتم موقعی که بنابر هر دلیل عصبانی شوم نمیتونم کنترل بکنم به هر محیطی که باشه برام میرم اما اطرافیانم فکر میکنن که شاید کار کرده باشن اونا باید چه کار کنم که ناراحت نشم و بتونم که خشم خود را کنترل بکنم و ناراحتی خود را بتونم کنترل بکنم یکم که جملاتشان چون شده بود ولی گفتن که کلا ناراحت هستن عصبانی هستن و گاه اوقات نمیتونن که خشم خود را کنترل بکنن فکر کنم گفته بود از رفیان ما که چیزی میگه من ناراحت میشم بله بله, بله. اول خب ما حرف مردم باید گوش نکنیم یعنی مردم چی میگه ما از خاطر حرف مردم ناراحت شیم مردم بر شما اگر کار خوبم کنید بر شما بد میگن همیشه صحبت بوده کار خوب کنین بعد میگن بعد بکنین که خوب بعد خوبتر بعد, بعد خوب میگن بعد از خوبم بعد میگن خوبم یعنی هر کاری که ما کنیم ما بیایم کار خوب کنیم خود ما میفهمیم که این کار به اصول اخلاقی است اصول اسلامی است تمام کار خوب باشه بریم انجام بدیم سخن مردم نشتیم سخن مردم مثل موج دریاست شما اگر گوش کنین خسته تان میکنه اگر امرایش برین غرقتان میکنه یعنی خوب نیست ما ناراحت میکنه وقتی ما عصبانی خب چرا عصبانی میشه اول از صحبت های مردم اطرافت اول خو خوب نیست که ما صحبت های مردم بشنویم و عصبانی شیم گفتم که اگر بشنوی خاصیت میکنه اگر بیری غرق میشی پس نکته بعدی چی است که تو وقت عصبانی میشی اول خب ببین که مشکل نداشته باشی یعنی مشکل افسردگی خشم عصبانیت مشکل ها نداشته باشی اگر داشتی ریشه یا بیکو که چرا داری یعنی از دوران کودکی لتو شدی سرزنش شدی از سر طرف پدر مادر در بزرگی سرزنش شدی یا کدام تشویش دیگه داری بعض جهان ها بیکار هستن و این بیکاری خودش باعث از میشه که اینا عصبانی باشن همیشه هم چرا بر اینا میگه چرا بیکار هستی کار پیدا نمیکنی و این تشویششان است تشویش از باعث تشکر دکتر سلامت, سلامت, سلامت باشین خدا کنه اگه بیننده عزیز ما جواب سوال خود را پیدا کرده باشن و حتما مشوره دکتر سایبای روانی را داشته باشن حالا خیلی کوتاه استاد میخوایم پیام شما را داشته باشیم برای سال 1398 که سال جدید است اولین کار که میتونین هدف گذاری کنین برای سال بعدی تان. که شما چی کار باید کنین ببینین که سال را که گذشت چقدر اشتباهات داشتین چقدر خوبی داشتین خوبی ادامه بدین اشتباهات تان پس رفع کنین برین پیشرفت کنین اگر ما اشتباهات خدا بشناسیم و بفهمیم که آسیب شناسی کنیم اشتباهات خدا امسال تکرار نکنیم و کارهای خوب کنیم پیشرفت میکنیم حتما که باز روی هدف گذاری یک روز صحبت رو یک دنیا تشکر استاد محترم است شما سلامت شما در بخش نبض سلامتی صبح و زندگی از یک صحبت های خیلی عالی داشتین در مورد تاثیرات طبیعت بالای روان و جسم انسان ها سلامت باشین و سال نو و پیش پیش به شما مبارک سلامت باشد. زنده باشین از شما هم یک دنیا تشکر می کنم بینید عزیز و مهربان از که بخش های مختلف نبض سلامتی را انتخاب کردین و پسندیدین تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین